خب بینده گرامی، صحبت های ما را با رئین عزیز شنیدیم. واقعا جالب است شما تا فعلا به شهر سویدن بودین و از کشور سویدن ما شما را به آلمان میبریم، از آلمان در عین زمان شما را به شهر مونتریال کانادا میبریم و ببینیم که هموطنان ما در مونتریال و در آلمان مصروف چی کارا هستن، چی حرفایی با شما دارن. ما در مهمانان عزیزی که داریم فعلا شما به صفحه تلویزیون میبینین، خانم مریم قادری رئیس انجمن زنان شهر اشتوتگارت آلمان و دوست بسیار عزیز، دوست بسیار نازنین و سابقه دار، جورنالیست بسیار خوب و موفق آقای سمیع سنگ. البته ما چون از بس که دوست دارم بعضا پیشوند دکتر استفاده نمی کنم، ولی دوستا همیشون یاد میکنن، ولی ما مصمیمیت که از بعضا نام ها مختصر میشه ولی دوستا میفهمن که ما چرا سن. خانم قادری برای شما سلام تقدیم میکنیم. ما هم سلام خدا به نوبت برای شما و برای آقای سهیم تقدیم میکنم. از آلمان امرویتان به تماس هستم، دو کنه بتانم که به سوالاتتان جواب خانه کننده ایراه کنه بتانم. مگم اردو دوست نازنین مطر تازه هستن در حالی که برنامه برنامه قرنطینی. تشکر سنده باشت. سهیم عزیز تقدیم میکنم برای شما هم. رویایتان زیباست آقای خالد. رویه های شما زیباست، شمایتان مقبول است. سلامت باشین. شما هم سلام تقدیم میکنیم سعیم عزیز و شما هم با فرصت دارید که با دوستان خواسته یک سلام داشته باشین. تشکر نصیر جان خالد، رئیس تلویزیون جهانی امید 24. بسیار زیاد خوش هستم، بسیار زیاد خرسند هستم از این که شما دعوت کردین و دعوت شما را واقعا به دیده و به چشمای خود پذیرفتیم، به خاطر که واقعا ایجاب میکنه که ما و شما صحبتهایی داشته باشیم با هموطنهای خود، چی در داخل افغانستان، چی در خارج از افغانستان، چی در کشورهایی که پیشرفته که ما و شما زندگی میکنیم، کانادا و کشورهای غربی و اروپایی. سلام های خود خدمت تمام دوستا، هموطنهای عزیز خود، چی در داخل چی در خارج از کانادا تشریف دارن تقدیم میکنم و امیدوار هستم جور و سلامت و دور از گزند روزگار و از این آفت ویروس کرونا در حفظ و امان خداوند بزرگ باشن. و مریم جان قادری را هم سلام و احترامات تقدیم میکنیم به شهر آلمان و نصیر جان خالد سلام های زیاد زیاد من خدمت شما و بیننده های محترم شما هم تقدیم. سلامت باشین، تشکر. بعد دیر وقتا دوستا چهره شما رو دوباره بر صفحه تلویزیون میبینن، حتما در هر جایی که هستن خوشحال میشم که آیه سهیم باز نام خدا تر و تازه و سرحال میبینن. خب بیاین که برنامه قرنطینی سو از گذشته که آزاد بودیم و پرواز میکردیم هر طرفی و امروزی که در کنج خانه ها اسیر هستیم، قید هستیم، از خانم قادری بشنویم که مصروف چی کارهایی هستن، پیش از قرنطین چی کارهایی میکردین شما خانم قادری عزیز؟ تشکر. پیش از قرنطین ما یک برنامه داشتم، یک برنامه بسیار بزرگ گرفته بودم که دو دوستای آلمانی ما هم اشتراک داشتن و فامیلای افغان ما هم اشتراک داشتن، تقریبا در حدود 100 یا 120 نفر اینا اشتراک میکردن. در این برنامه ما بسیار زیاد موضوعات جالب و هنری و فرهنگی خود گنجانیده بودیم. از قبیل یک ترانه میهنی است که به نام وطن عشق تو افتخارم با یک گروه از خانما و مردان افغان با لباسهای معین و منظم افغانی خود این ترانه را اجرا میکردن و یک ترانه دیگه از اطفال داشتیم که اونا سرود ملی اجرا میکردن و هم یک گروه از بچه های جوان ما را به چوبچنگی تعیین کرده بودیم. البته چون ما نظر به شرایطی که داریم
تقریبا یک سالون کرا گرفته بودیم که سالون گنجایش 120 نفر در این زمان داشت. تا تاریخ 10 مرس هم دوام داشت و ما برنامه خود آیستا آیستا پیش می بردم، پلان کاری خود همه چیز خود ترتیب کرده بودم و در 12 مرس دفتن اول رسید که از محفل و برنامه و فست و میله و همه چیز باید صرف نظر شود. دوباره پس ما گروپ های خود و دوست های خود و خانم ها را و مردا را همه را اطلاع دادم و امی سالون را که هم بکرا گرفته بودم او را هم کنسل کردم و در ارگان های اجتماعی اطلاع دادم که دیگه ما دیگه برنامه نمیتونیم که اجرا کنیم. همه تو بود که آیستا آیستا در کل آلمان دیگه قرنطین از تاریخ 13 ماه مرس شروع شد. البته قرنطین تا بال هم دوام داره که امروز امروز 8 اپریل است، اما در تاریخ 20 اپریل که روز دوشنبه است محترم خانم انگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کردند که در تاریخ 20 باید دکانا و تمام مغازهایی که در شهر است اینا باید باز شود. اما در وقت قرنطین بسیار شرایط ضیق و بسیار شرایط بود که اگر از دو نفر نفر سیوم میرفت در شهر مبرامد یا گشت گذار میکرد جریمه نقدی برشان نواله میشد و جریمه نقدی رو نفر هر نفر 250 رو. از این خاطر چون مردم آلمان یعنی فردا اگر شما آزاد میشین بخیر، اما با یک شرایط داره. بله امی انشاءالله تعالی که امیرز دوشنبه بخیر و خوبی یک امک روشنی است که ما باید آزاد شویم با او اندازه که یک سرحد کامل آزادی داشتیم با او سویه نی اما آیستا آیستا باز هم شهر تحت کنترول است و باز هم در آلمان در تاریخ 30 اپریل یک نشست همه جانبی از وزرا و خود صدر اعظم است. در این روز که اینا قرنطین کمک آزاد میکنن دوباره اینا در تاریخ 30 باز یک ارزیابی میکنن. اگر ارزیابیشان خوب بود باز مکاتب در 4 می مکاتب پوهنتونا و مؤسسات تحصیلی اینا کاملا مکاتب هم تا جایی که ما خبر گرفتیم بخش کودکستان ها فعال نمیشه و مکاتبی که ابتدایه و متوسطه و اینا تحت یک شرایط، ولی بازم خوب است برای شما تبریک میگیم که حداقل سر از فردا میرین آزاد شدید کم کمک یک کمه به خدا بسیار آقای سعیم پیشانی شما ترش شد به خدا که چرا میانه با آلمان نیستیم. والا ما برادر ما با آلمان است تشریف داره آقای خالد و مریم جان قادری به شهر منشن آلمان است و اونا بعضی روزا برای ما گزارش از جلال میتن از آلمان و آلمان واقعا تانسته که مدیریت کنه و مدیریت بسیار بله مدیریت بسیار عالی بله واقعا یکی از جمله کشورهایی است که تانسته که ای با این ویروس یعنی مقابله بسیار درست و بجا کنه و امروز تانسته مردمش که و اهالی شهر آلمان در مجموع البته بعد از چند مدت قرنطینه را یعنی در حدود 30% فکر میکنم آزاد میشه، بالاتر از اون نخواد باشه، اما بعض موارد که از باید مراعات کنن دیگه. در مجموع واقعا آلمان تانسته که مدیریت کنه و ما کشور کانادا هم نصیر جان خالد خودش به تورنتو و شهر به ایالت های البته به خود ایالت تورنتو تشریف دارن، میدانن که تورنتو و کانادا در مجموع دانسته که با این ویروس و یا با این اپیدمی مقابله درست کنه اینا هم، اما به حد آلمان نه. اما از مونتریال بگین از کوبک سیم عزیز که چون به تناسب دیگه ایالات های کانادا وضع در کوبک فکر میکنم یک کمک بحرانی تر است. تا دیروزه که من حساب کردم بیشتر از 13,000 نفر تشخیص شده بود با ویروس کرونا. بله نصیر جان، بله تقریبا آماری که انتشار یافته از ویروس کرونا در تمام کانادا تعدادش بسیار بالا هم نیست و اگر بگیم بالا هم است در حدود 1.5 لاک نفر بالاتر و کمتر مبتلا هستند و در شهر کبک 15,758,770 نفر مبتلاست و تعدادی که تایید شده
16,798 است تا امروز که ما شما صحبت میکنیم و تعداد فوتی های ما متاسفانه به 688 رسیده و واقعا متاثر کننده است، چون با این موضوع یک کم دیرتر برخورد کرد شهر کبک، البته قبل از بعد از بریتیش کولومبیا تورنتو تونست که آغاز کنه فعالیت های خود در ارتباط و بعد از او هم کبک، اما بان هم مراعات و یا بعض محدودیت هایی که ایجاد شده مردم مراعات میکنن و در مجموع چون آمار بسیار بلند و درست است، آمار بسیار بلند است و ایتو یک آمار اصلا خود لوگو که سرنظم ایالت کبک است انتظار نداشتن، چون پیشگیری هایی را هم داشتن اما به او حد نه. در مجموع واقعا شهر کبک متاثر است از این مورد. بله نصیب جان. خب امیدواری به این است که اقلا کوا گرم شده میره، امید به این هست که کرونا هم نابود شده میره، ولی ضربات زیاده بر پیکر جهان. نظر به گرمی هوا چی میکنه؟ آمارش کاملا پایان تر شده میره. بله والا متاسفانه تا جایی که ما خبر داریم و بعضی از لابلای خبرها و اینایی که میشنویم، البته این ویروس در مناطق گرمسیر هم نتیجهش خوب نبوده، مثل و البته این ویروس مقاومت میکنه در بعض ایالتهایی که گرمسیر هم است، مثل نیمکره جنوبی شمالی، نیمکره جنوبی و در مناطق سردسیر هم مثل آلاسکا که مناطق سردسیر است هم این ویروس مقاومت داشته. و این ویروس و خبر بسیار مهم دیگه ای است که کسایی که مبتلا هم میشن باز هم در دراز مدت به این مرض دوباره مبتلا میشن. مثلا اگر کرونا در کوریای جنوبی 91 نفر که جور شده بود و یا از این مرض کاملا صحتیاب بودن دوباره به این ویروس مبتلا شدن و خبر درست نیست. فکر میکنم که خبر متاثر کننده است، خبر درست است اما خبر بسیار متاثر کننده است. یعنی اونقدرام که ما شما امید به این داشته باشیم که با گرم شدن هوا این ویروس از بین میره، فکر میکنم به عشق ما خوشبین نیست. خب یک اندازه تاثیر خود فکر کنم داشته باشه و یکی از مصیبت هایی که فعلا چیرم که نساختن واکسین که ساخته نشده همیست که ما تا جایی که ما هم تحقیق کردم میگن که باید کسایی که اگر واکسین میشن ساعت خود پیدا میکنن باید دوباره مبتلا نشن، که این خود از یک جنجال است که دانشمندا و متخصصین سرش کار میکنن که یا باید وایرس واکسین رو بسازن که بدن معافیت پیدا کنه در برابر معافیت، بله مثلا بدن مقاومت بلند باشه. مثل که ما شما همی چی داریم سعیم عزیز، شما همه گی دارین دوری مکتب چپ ما هست. بله نصیب در افغانستان ما شما از این واکسینا شدیم، البته در وقت که دوران روس بود و او اونا واقعا یک خدمت کردن که او همو وقت هم همی واکسن من هم میفهم در کانادا از وقت زایش هاست واکسین نشدیم. بله بله اما این همی رو میگن که او رو در سی این بالاش صحبت میکردن که کشورهای جهان سوم یکی از کارهای نیکشون اینی بود که اینی پیشکاری ها رو کردن و بدن از اینا در مقابل بعض ویروس ها مقاومت داره، کمی خاطر بعد از بعض از هموطنهای ما با جرات شدن فکر کردن که در مقابل کرونا هم اینا افتیان دارن و با مشکل مواجه شدن. ما در تورنتو یکی دو سه چهار نفر داریم مریض کرونا سعیم از با مونتریال چی؟ از افغانهای ما کسی مبتلا شدن نشدن؟ تقریبا نصیر جان یک موضوعی که در بین افغانا مروج از بدبختانه ای است که اکثریت کسا و دوستای افغانی ما پنهانکاری میکنن و ای به خاطر زیادتر در افغانستان پنهان میکنن و حتی از بله مریم جان بله و در مونتریال هم حدودا 100 یا
1.5 نفر بالاتر مبتلا است از افغانایی که من میشناسم، اما نمیشه آدم که برش آمار دقیق بده، چون اکثریت در خانه هستن و کسایی را که نزدیک و دوروبر میشناسیم حدوداً بعضی فامیلا مبتلا به این ویروس شدن. نصیر جان خالد، دلیلش عطف میزنید؟ با این داستان کرونا نصیر جان باید هزینه اقتصادی بتیم برزی یا هزینه انسانی؟ این بسیار مهم است که ما در قرنطینه هستیم، البته در کشورهای غربی و کشورهای اروپایی که مریم جانشان تشریف دارن اونجا، این کشورها میتونه با هزینه‌های بالا و با موارد پولی تثبیت شده که دارن از این موارد کم بیرون بدر بیان از این آفت جهانی. البته با کشورهای فقیر نشین و کشورهایی که زیر فقر، خط فقر زندگی میکنن، مثل کشور خود ما شما افغانستان، واقعا دردناک است و من نمیتونم که دو باره بر شما اصلا آمارش بتیم، چون افغانستان واقعا آمار زیاد است اما نمیتونن بگوین برای کسی. مشکل هم است مسئله امدی که هست که شما بیاد کردین، بلقادری عزیزم بیاد کردن، مشکل است که تا آن سعیم عزیز علمای دینی ما درست در این رابطه تبلیغ نکردن و بعض باریکی های هست در بیماری کرونا که من نمیتونم در رابطه صحبت کنم، چون بسیار مسائل اساس دینی است. اینا رو باید علمای دین توضیح بده. برای از این که میگن که اول وقتی که مریض فردی که در مرض کرونا جان میسپاره، او نماز جنازش خوانده نمیشه و شستشو نمیشه. اینا یک تعداد از اینمی خاطر پنهان کاری میکنن که بعدا یک روز هموطنها نگوید که فلان شخص توفات کرد، یادت است که جنازهشون خوانده نشد و شستشو نشد. این رو باید علمای دین ما باید توضیح بتن برای مسلمان ها که در اینمی شرایط که آمده آیا واقعا این درست است یا نیست، و اگر نیست دلایل خدا بگوید، اگر هم است دلایل خدا بگوید. آقای سعیم یک چیز دیگر هم من لازم مسلکی میخواستم از شما بپرسم، ولی نمیخوایم در برنامه امروز زیاد ما شما بحث تخصصی داشته باشیم، ولی از اینکه بعدا میخوایم چیز چنال یک برنامه قرنطینی داریم. چی فکر میکنین در رابطه به پیدایش به ویروس؟ نصیر جان ایوانی لابراتوری؟ بله، تقریبا صحبت ها در این باره زد نقیز است نصیر جان، اما حرفایی که چند روز پیش، البته دیروز، ما برش دسترسی پیدا کردیم، CNN که شما هم برای در لابرای برنامه های خبریتان به او اشاره کردین، فاکس نیوز که یکی از نشریات معتبر امریکایی است، به این موضوع دقیقا اشاره کرده و این ویروس البته به صحبت های ترامپ که اشاره به طرف کشور چین، منطقه واهان چین داشته، مهر تایید گذاشته و گفته که واقعا این ویروس در یکی از لابراتوارهای ساخت و ساز شده و بعدن این سرایت کرده به بیرون و امو کسی هم که به این مرض خودش دچار شده بوده، اما شخص به خیالم خودش دکتر هم بوده و او نفر البته این موضوع را اشارام کرده بوده که اعلانم کرده بوده که همون یک ویروس از بیرون انتشار کرده، اما بسیار زود تو آدم بستر شد و بسیار زود درگذشت. و حرفای زد نقیز دیگه هم است و این یک به عنوان یک سلاح بیولوژیکی استفاده شده، اما تا حال را برش سازمان بهداشت جهانی مار تایید نگذاشته و آقای ترامپ هم انگشت اشارهش به طرف سازمان بهداشت جهانی است که شما در جریان هستین که مقدار پولی را که سالانه در حدود 400 میلیون بوده، دقیقا نمیدانم اشتباه نشه، یا 200 میلیون بوده، او را هم استاد کرده و توقف داده خاطر که به این موضوع باید دقیق بررسی شود و دقیق برای جهانیان گفته شود، چون این موضوع نصیر جان یک موضوع بسیار مهم است و چون جان انسان ها، جان بشریت در خطر است
به او خاطر زیاد زیاد جنگ های متاسفانه جنگ های اقتصادی باعث شیوع از این مرض شده و اینا به آسایش اقتصادی و یا رشد اقتصادی خود بسیار فکر کردن تا موضوعات تلفات بشری یا انسانیش. و برای ما که طبقه متوسط در جامعه هستیم شاید جواب از این بسیار راحت و سلیس باشه، ولی باید جواب بتیم بر از این، چون مسئولیت همه جانبه ما و شما دنیای میدیا و خبرنگارا داریم و باید به این جواب بتیم، چون کسایی که متاسفانه تصمیم گیرنده های بسیار بزرگ هستند، تصمیم گیرنده های بسیار کلان هستند، من شک دارم برایشان که واقعا بیاین و برای جان آدم ها همچه یک ویروس انتخاب کنن. و من هم میفهم این سوالات از ذهن شما هم خطور خاط کرد نصیب جان، که شما مادرتان دوست دارین، والدت به دوست دارین، یا در بدل جانش $1,000,000 شما پیدا کنین. شما جوابتان واضح است که نه، جان مادرم بر من مهمتر است. و این بسیار مهم گپ است که به این موضوع باید نهادهای بزرگ بهداشتی و نهادهای بزرگ دنیا که قدرت‌های بزرگ جهانی هستند به این موضوع باید رسیدگی شوه و وضاحت بدن به من. دقیقاً یک مسئله بسیار پیچیده است که یعنی بعضی بسیار با سادگی میگیرن، اما من فکر میکنم که در دراز مدت شاید هم 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 40 سال بعد این راز افشا شود که این ویروس از کجا پیدا شد. خب به هر حال ما پس میریم به آلمان با اجازه شما سیم عزیز. خوش آمدید. خواهم قادری باریم و لطف کنیم بگیم به اینکه از کرونا چند دقیقه داخل شیم. حالی که در خانه هستین مصیفت های فیلی تان چیه نسبت به گذاشته؟ خود من یک خانمی که در خانه می باشه حتما وظیفه اولش غذا پخته کردن است. وظیفه دومش پاکاری، سترکاری و مطالعه کتاب می باشه. زیادتر کتابای آلمانی رو مطالعه می کنم تا بتونم سطح دانش خدا و سطح طرز گپ زدن خدا بلندتر و بالا ببرم. و از طرف دیگه پلان های آیندی که من در برنامه های خود دارم، روز افغانستان ما چون در آلمان اعلان شد که تا تاریخ 31 آگوست تمام فستا و تمام محفلا و تمام محفلای کوچک و بزرگ همه توقف هستن، با او حساب پلان بعدی مایی است که در ماه سپتامبر یک روز را به نام روز افغانستان بگیرم و در او تمام هموطنهای اشتراک کنن، فامیلا، اطفال، جوانا همه اشتراک کنن. ولی پیش از اون کاری که آن نیمچه زندانی هستن چی کار هایی؟ ولی که نیمچه زندانی هستیم خویه چند نفر در خانواده خانواده؟ من خب مال خدا شش اولاد دارم، چهار بچه و دو دختر دارم. نام خدا همراهی من دو دخترک می باشه و یک بچه می باشه. دو بچه‌م در فرانسه هستن به خیر باشن و یک بچه که مام در افغانستان می باشه. باز یک دختر یک بچه اینا روزانه در کار میرن، کارا از اینا رخصت نشده، منظم در کار خود میرن. و یک دختره که ما که آمده به خاطر گرفتن دکترای خود در آلمان، اونا دیگه برای فعلا در خانه هستن. امینا چی میکنن کتی شما؟ بله اینا همکاری میکنن. همکاری میکنن امویسته سهم خودم. باز روزای شنبه ما دیگه به خرید میریم، همین ما یک جای میریم منظم به خرید، البته فاصله که بر ما گفته شده تقریبا یک متر، او را مراد میکنیم. اگر از یک متر یک جای بودی یا ای که اندک قوانین مراد نکدی طبعا پرسانه هست دیگه. با ویسا خرید همی شما هم خریدای مثل دیگه هم وطنا کردیم که تقریبا چیزی که دارایی داشتن رفتن ذخیره خریدن. نه خیلی ما متاسفانه ای ذخیره نکردیم، فقط از طرف تلویزیون و دولت آلمان خود محترم انگلا مرکل اعلان کرد که همه چیز ما براتون میرسونیم، تشویش نکنین، استرس نکنین. اما بازم در او یک تعداد مردم زنده باشن دیگه ترسیدن و چون ممالک افغانستان، مملکت افغانستان، عربستان، عربای عراق و سوریه و پاکستان و ایران اینا کل از ممالک جنگ زده آمده بودن، اینا یک قسم بیم گرفتهشان که اگر این مواد خلا شوه ما داینده چی میکنیم. زیادتر از مغازه آلمان کاغذ تشناب قطی بود و آرد قطی بود، همین دو چیز اگر میرفتیم قطع نمی بود. با وجودی که مکرر اعلان میکردن در تلویزیون
که شما استرس نکنین، تشویش نکنین، همه چیز براتون منظم میرزه. اما بودم اما تورنتو تو نبود، تورنتو دمو هفته اول تمام مغازه ها خالی شد، تمام ها چور شد، به اصطلاح یک آله بود، یک آله بود که کابل از یاد ما میرفت. صحیب عزیز، شما هم در خانه هستین فعلا؟ بله. و از مصروفیت های روزانه تان برای بیندای ما بگویید. والا نصیر جان، شما میفهمین که دنیای میدیا یا خبرنگارا در مجموع در هر شرایطی که باشن درد ملت، رنج ملت و بی موضوعات زیاد رنج میته همه ما را و شما را و در مجموع قشر افغانستان در هر جایی که زندگی میکنن. ما هم از این مصیبت و از این درد دور نیستیم، با وجودی که در کانادا بله بله راست خوب زندگی میکنیم و ما شما هم در خانه میای، با وجودی که کار از بیرون از داخل خانه برای کمپانی که من کار میکردم کار میکنم، اما نصیر جان مصروفیت که فقط کتاب میخوانیم و خبرها را زیاد تعقیب میکنم و در مجموع رویدادهایی که در جهان رخ میده و مخصوصا فعلا خب موضوع خبر کرونا در تمام جهان پخش است و غیر از این خبر اصلا از اقتصاد خبری نیست و فقط همی که اون خبر تازه دیگه هست که هیچ اشاره نکردین جان. اشاره نه نه، یگان خبر دیگه هم هست که شما هیچ اشاره نکردین. ما باید بخیر آزاد بشیم. ما باید بگویم که شما هیچ اشاره نکردین که خب در خانه هستین، حالا که کار نمیرین، حالا که در خانه هستین کار میکنم. نصیر جان با خانم کار میکنم. خانه را بگویین که چی کار انجام میدین. بله بله بله، زیاد زیاد سم میگیرم در کار. شما رو میشناسم، اوسانه خور هستین. نه با تنکی ما خاصه خور هستین. شما یک غذایی باید فرمایش بتین. این چیزایتون هم بگوین که دیگر رای زیر جرات پیدا کنه، خبرنگارا را را باز کنه، دیگر رای جرات پیدا کنه. آشک و بجازی تان، آشک و بولانی و قابلی خود قدم اول است. هر یک روز باید فرمایش هست. دقیقا مریم جان، دقیقا ما خانمم از کابل است، خودمم از کابل هستم و مردم کابل مو افغانه خور هستن. گپ نصیر جان، ما هم روزای ما در مولا به خاطر دی موارد یکمک اشاره نمی کنم، به خاطر که مردم ما بسیار بسیار در حالت عجیب و غریب در کابل زندگی. بله راستی اما اشاره از خود کنین که چی کارهایی چی سهم میگیرین شما در آماده ساختن کارهای خانه. نصیر جان از زرد مثلا ما این امروز پیزا سر ما درست کردن، رو سر ما پیزا درست کردن، اینمون رو سر ما اونجا کرد ساختیم، کردار سر ما بیل زدن، دی رو سر ما منتو درست کردن چون بهترین منتو ما تهیه میکنم مواد منتو. و نام خدا، نام خدا آقای نصیر. منتوی که من تهیه میکنم شاید بسیار یعنی شاید 80% دوستا اولی یاد نداشته باشن، چون ما سعیم وزید میفهم برس که یاد گرفتیم، شاید خانم قادری هم یادش باشه. اما بابا قشقاری که در پشت سر مسجد شاید شمشیره ولی شاید شمشیره بله ما تقریبا کپتان هم نگیریم آقای نصیر، ما 13 سال در لیسه شاید شمشیره استاد بودم، استاد کیمیا. پس بابا قشقاری رو میشناسید؟ آه قشقاری در پشت از او یک رستوران تنگ بود که سمبوسه تندوری داشتن. یعنی من هم که میرفتم که افغانستان که میرفتم از طیاره پایین میشتم، اول میرفتم پیش بابا قشقاری من تو میخوردم، اول یک دانه پیاز میداد من، بعد یک دو دانه سمبوسه میداد، بعد من تو میداد، بعد میفال اینه میبستد برست چی به خانم ما بعد از 20 سال آمد اول از میدان اوی بردمش همون جا گفتم بیا پیاز اینجا بخور بعد تا خانه میسا پیاز به خاطر میگن که ما شما اگه استلا دادیم که دعوه نشد. بعد این حال او آدم مرا یاد داد اونمو ترکیب اونمو مواد من توره اینا سر ما اینی کارا رو میکنن، سر شما چی کارا رو میکنن که داو طلبانه باشن؟ نصیر جان چون در خانه از ما خانمم نام خدا بسیار فعال است و کارهایی که مربوط پخت و پز میشه زیاد به اونا تعلق میگیره، البته ما بسیار زیاد خوش دارم سم بگیرم، متاسفانه که غیر از تخم پخته کردن و مردا مردا زنده باشن من چیز نمیگم، بعضی چیزا را که در یخچال میمونه بازم و چیزایی که مثلا بسیار خوب میباشه اما اونا را من مثلا منتو اگر بانه یا شک اگر تصادف بانه، چون ما یک فامیل کلان هستیم، پنج طفلک دارم، دو دختر، سه پسر دارم و
و خانم ما نام خدا عباسانه خور است، تمام فامیل نام خدا عباسانه خور است. و این نانایی که در یخچال میمانه، یعنی نام خدا خودتون رو گرم میکنین میخورین؟ پس گرم میکنم و برای صبح میاد کار میکنی صحیح مزید آقای سعید بسیار فعال هستن گرم کنی و او همی تا دیگی بگیره بسیار یک مزه خاص داره اگر خورده باشین. من چیم دفعه بسیار سلیس و ساده ساختم، بیخی بردم که تا آخر نسیل جان بفهمی که دقیقا در کل کارهای خانه سم میگیرم. و امیم شب ما دیروز بسیار یک شروعای مزدار خوردیم و صبحم یک آشکه که پخته کرده بودن گپ نسیر جان. من بیشترم یادآوری کردم نسیر قند، خداوند تو را عمر بده، واقعا واقعا انسان بسیار بزرگی هستی و از تمام موارد فضل خدا ما بسیار برات افتخار میکنیم که تمام مواردی که افغانا در کانادا زندگی میکنند، در تمام دنیا افغانایی که با ایشان شما صحبتهایی دارین میبینم، به همه گپا دسترسی دارین و از تمام موارد آگاستین، با شخصیت های همه آگاستین، از اون هنرمند گرفته تا نطاق و تا ژورنالیست و تا استادای بزرگوار ما که مریم جان فعلا در لین هستن میبینن. بسیار من احترام دارم بر استادای خود مریم جان، بین حیات احترام دارم، لطفتان از دور میگوشم البته شاید سنن ما بزرگ باشم اما دستایتان به خاطر که استاد هستین شما میبوزم. نه شاید ما سنن بزرگ باشم. زنده باشین، تشکر بسیار زیاد، لطفتان است. خانم قدری تو وقت شده که در سن داخل شده باشین، در وقتی که در افغانستان بودین که در خانه قار بوده باشین، در سن در آمده باشین، کفتتان از شاگردان گرفته باشین؟ نه خیلی، نه اوت یک حالت نشده. ما بسیار یک معلم خوش برخورد با شاگردهای خود بودیم همیشه. اما در روز معلم یک قصه از پیشتان دارم، میخوایم یک قصه دارم خاطری روز معلم خدا براتان بکنم. دمی لیسه شاید شمشیره یکی معلم کیمیا ما بودم و یکی هم یادش بخیر اقبال شاه خان بودن. بسیار کوتاه وقتتان نگیرم. روز معلم شد، خب ما یک قسم استقبال شدم که حتی خودم هم نفهمیدم که چرا ما یک مکتب استقبال شدم. بنی استاد ذکر ما یک دسته گل آوردن شاگردا. ما دیگه از دست توفه اعتراض کرده خدا نمیتونستم. اقبال شاه خان یادش بخیر طرف ماری خود دار داد. ماری هم گفتی چی گفت هسته؟ گفتم منش نمیفهم بخدم. میگه یا از یک دسته گل من و یا یک نام خدا از توفای تو که خدا نمیتونی که سرسامون بیتی. گفتم ما چون دیگه می برخورده که شما امرای شاگردا دارین، من هم امرای شاگردا دارم. و واقعا میتونه دو مسئله باشه، یا ای که شاگردا سخت میترسیدن از پیش شما، یا ای که شاگردا زیاد احترامتان داشتن. نه، معلم بسیار خوش برخورد بودم. اگر شاگردای صدای مرا نشنوند در سراسر کابل، یاد شاگردای من بخیر باشم، معلم بسیار خوش برخورد بودم امرایشان. اما در امتحان خود کسی بودم که هر رقم ممیزه بر خود قبول نمیکنم. هر ممیزه را که داره رایی میکنم، میفتم نیم با تنها امتحان میگیرم. فقط نیم ساعت در سر امتحان خود خودم استاد بودم، پارچه را جمع میکنم. شاگرد ها که من برومده کل دم سر سر خود میزده که الان امروز امتحان کیمیا داشتیم استاد مریم بود. بهاد بسیار خوشحال شدم، واقعا بس جالب است که با شما دارم و صحبت ها شیرین است. من یقین دارم به هموطنان عزیز ما هم لذت میبرن از صحبت ها. اما برنامه تلویزیونی ما قسم است که من بسیار دوست دارم که صحبت ها خودمانی باشن، عرفا خودمانی باشن و همونطور که همین پیام بره برای همه که در هر کجایی که هستیم ما صفا، صمیمیت، محبت و خودمانی رو با هم دیگر خود داشته باشیم. سعیم عزیز، ما به آخر برنامه میرسیم. شما دو دقیقه وقت دارین که اگر با بیندای گرامی ما صحبت خاص خود شما داشته باشیم. تشکر نسیر جان، لطف کردین. در آخر ما صحبت های زیاد داشتم برای گفتن، البته در ارتباط به موضوعات ویروس کرونا و بعضی موارد دیگه که در دنیا رخ میده و پیک از تا چه وقت ای به پیک میرسیم، البته مخصوصا کانادا، و بعدش در دراز مدت تا چه وقت ما با ای اپیدمی خطرناک کرونا مبارزه خواد کردیم و بعضی موارد دیگه از این قبیل. اما چون وقت برنامه گنجایش از این موضوع رو نداره و فقط ما در آخر برای هموطنهای ما یک پیام دارم که دوستای عزیز، هموطنهای نهایت عزیز و نجیب ما، با این ویروس جدن جدن
توجه داشته باشین و این جدی بگیرین، فاصله های اجتماعی را مراعات کنین، مخصوصا در افغانستان. اگر کسی این برنامه را انشاءالله که میبینن، من با اکثریت کسایی که تماس دارم تلویزیون امیدی 24 از طریق ساتلایت اینا میبینن، من فقط پیام ما بر از اونایی است که این ویروس، همونطور که جهانیان به این مورد بسیار زیاد دقیق هستن، کشورهای بسیار پیشرفته دنیا به این مورد بسیار دقیق هستن، افغانستان هم به این مورد بسیار دقیق باشه و فاصله های اجتماعی را مد نظر بگیرن و دستای خود بشورن و البته 20 ثانیه را فراموش نکنن و در خانه بانن. تشکر ازیم. خانم قادری عزیز، شما پیام ما هم از طریق تلویزیون شما بسیار زیاد تشکر میکنم تو مرا فرصت دادین، وقت دادین و امرایتان یک مصاحبه داشته باشم. پیام ما هم به مردم افغانستان و به مردم عزیز مینمی است که یک شرایط بسیار خطرناکه، ما شما را تهدید میکنه که البته ویروس کرونا است، قسمی که آقای صحیح اشاره کردن، دوستایتان باید بشوین، در خانه بمانین و فاصله ها را ایجاد کنین تا ما شما چی کنیم از این ویروس کرونا به خیر صحیح سلامت جان خدا به صحت ببریم. و تشکر میکنم بسیار زیاد آقای نصیر، از شما هم، از آقای صحیح من تشکر میکنم. بسیار زیاد خوشحال هستم که امروز خود در جمع شما میبینم. زنده باشین. ولی ما هم خوشحال هستیم، هم یک کمک داخل ناراحت هستیم به خاطر خانه موندن، به خاطر که ما سر از فردا بازم در خانه هستیم، شما میرین بیرون. بیرون ما هم قسمه هست، در بیرون ما اوتو نیست که ما حداقل آزاد باشیم، حداقل یک سند آزادی میگیرین ما را امید تا خدا شما را بخیر آزاد بسید. قربان شما. البته این یک بحث مقدماتی بود، ما شما انشاءالله در برنامه آینده، ما عکسای شما رو دیدیم خانم قادری که شما میز هستین، نمیفهم که شما غذا را نمایش دادین یا غذای خودتان پختین. یک روز میم به دنبالتان پیش از ماه مبارک رمضان که بینیم یک آشپزی شما را. هزار دفعه. تشکر سعیم عزیز، پس با شما تماس بگیرم. نصیر جان قند، اگر کدام وقت بخیر طرف مونتریال هم گذرتان شد، طرف ما غریبا دور خوردین، یک ولی میل هستیم دیگه، میل لحظه خانه شما هستیم، شما خانه ما میل لحظه بعد از این زندگی نمیسته یه تا آزادی ره فیزیکلی اگر بخیر طرف ما تشریف آوردین، یک کرایی ما به دستای خود براتان پخته خواهد کرد. یعنی پیشتر تخم مرغ بود، فضل خدا آل و کرایی رسید. اگر صحبت دوام بتیم با قابلی هم میرسه. کرایی مرغ رکم نقل میگیرن دیگه، کرایی مرغ رکم که نقل میگیرن.